سازمان ملل متحد اعلام کرد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با توجه به غباری که کویرهای این مناطق را در مینوردد باید خود را برای کمبود آب و خشکسالی پیشرو آماده کنند بر اساس گزارش اداره غذا و کشاورزی سازمان ملل فاو در چهل سال گذشته خشکسالی در این مناطق بیشتر و طولانی تر شده و این مناطق کمترین سهم از ذخایر آب آشامیدنی جهان را دارند. گزارش این سازمان میافزاید که احتمالا این شرایط با توجه به تغییرات اقلیمی بدتر نیز خواهد شد و کشورهای این منطقه باید فراتر از مقابله با عوارض خشکسالی برنامه های مؤثر برای رویارویی روی با شرایط بدتر به کار ببندند رنه کاسترو معاون فاو در این باره گفت باید بتوانیم خشکسالی ها را به درستی درک و مدیریت کنیم و از سیاست ارائه پاسخهای استراری به سوی سیاست پویاتر و برنامه ریزی دراز مدت پیش برویم تا از خطرات بکاهیم و مقاومت بیشتری ایجاد کنیم. این گزارش به کشورهای خاورمیانه توصیه می کند کشاورزی محصولاتی را در پیش بگیرند که به آب کمتری نیاز دارند و سیستم های آبیاری با بازدهی بالا بهره ببرند. همچنین از این کشورها میخواهد تا از شمار دامها بکاهند تا بافت گیاهی طبیعی در اثر چرای دامها از بین نرود بنابر گزارش سازمان ملل افزایش جمعیت و تقاضای غذا همراه با کاهش منابع آب و زمینهای کشاورزی میتواند به دو برابر شدن قیمت غذا و ایجاد های مدنی در کشورهای در حال توسعه بیانجامد